30 سال پیش در چنین روزهایی آیت الله خمینی قطعنامه 598 سازمان ملل را پذیرفت و کمی پس از آن جنگ ایران و عراق خاتمه یافت. ولی چرا این جنگ خانمانسوز تا این حد به درازا کشید؟ سلام، جنگ عراق با ایران را صدام حسین در زمانی که مناسب میدید آغاز کرد، اما برای انتخاب زمان پایان جنگ دست او چندان باز نبود، چرا که محاسباتش خطا از آب درآمد و امیدهایش واهی. در این مورد حالا توافق وجود دارد. آنچه بر سرش توافق کمتری حاصل شده این است که محاسبات رهبر دیگر در جنگ، آیت الله خمینی، چقدر خطا بود. آیا او نباید مثلا در مقطع فتح خرمشهر آتش بس را میپذیرفت؟ او چنین نکرد و پس از آن سالها جنگ ادامه یافت. نقل شده که اکبر هاشمی رفسنجانی در اواخر جنگ به عنوان جانشین آیت الله خمینی در فرماندهی کل قوا پیش او رفت و به خامت اوضاع در جبهه و پشت جبهه ایران را با او در میان گذاشت و پس از آن گفتگویی با این مضمون بین آنها رد و بدل شد. خمینی، با این اوضاع طرحتان چیست؟ رفسنجانی، پذیرش قطعنامه. خمینی، نه، باید جنگ را ادامه بدهیم. رفسنجانی، امکانات و بودجه آن را نداریم. خمینی، از مردم مالیات بگیرید. رفسنجانی، بیش از این ممکن نیست. خمینی، پس بروید استقراض کنید. رفسنجانی، ولی نیروهای مردمی دیگر به جبهه نمی آیند. خمینی، برای حل این مشکل حکم جهاد می دهم. رفسنجانی، ولی ارز نداریم تا نیازهای جنگ را خریداری کنیم. خمینی، بروید نفت پیش فروش کنید، راهی پیدا کنید. این مکالمه معلوم نیست چقدر صحت دارد، اما میدانیم آیت الله خمینی در زمانی که ایران بر عراق تفوق داشت و خرمشهر را پس گرفته بودند کوتاه نیامد. اما آیا در اون زمان میشد به صدام حسین اعتماد کرد؟ و آیا ایران واقعا در موقعیتی بود که آتش بسی بی نقص و صلحی پایدار طلب کند؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم. علی مزروعی، نماینده پیشین در مجلس ایران که در جنگ شرکت داشت و از نزدیک تحولات جنگ را دنبال کرده و میگوید مردود دانستن سیاست آیت الله خمینی برای ادامه جنگ در اون مقطع ناشی از درک ساده انگارانه از شرایط جنگ و تحولات اون زمان است. اما حسین باستانی، همکارم در بی بی سی که در مورد جنگ و فراز و نشیب‌های اون تحقیق کرده، میگوید نه فقط در مقطع پسگیری خرمشهر، بلکه در سالهای پس از اون هم فرصت‌های صلح با سیاست‌های خطای ایران از دست رفت. خیلی خوش آمدید. آقای مزروعی، چرا نمیشه گفت آیت الله خمینی واقعا در شرایطی بود که پس از فتح خرمشهر آتش بس رو بپذیره و مانع از این همه خسارات بشه در سالهای بعد با ادامه جنگ؟ با سلام به خدمت بینندگان عزیز و شما و ممنون از این فرصتی که فراهم کردید. من ابتدا درود میفرستم به همه شهیدانی که برای دفع تجاوز رژیم بعثی جانشون رو فدا کردن و تقدیر میکنم از همه ایرانیانی که با ایثار و پشتیبانی از رزمندگان در این حماسه بزرگ شرکت کرد. به لحاظ روشی من فکر میکنم اگر بخوام وارد بحث تحلیل جنگ بشیم و به سوال شما پاسخ بدم، ابتدا دو سه تا نکته رو بهش اشاره بکنم از نگاه خودم. یکی این که الان ما نگاهمون به جنگ نگاه پسینیه، یعنی داریم از روی نتایج و پیامدها میخوام یک واقعه ای رو مورد ارزیابی قرار بدیم، در حالی که خب واقعیت اینه که اون تصمیم گیری ها و عملیاتی که تو جنگ شده اینا منطبق بر
زمینه و زمانه خودش باید دیده بشه و به همین دلیل من سعی میکنم که دوچار مغالطه زمان پریشی در تحلیل وقایع نشم و تا حدودی بتونیم اون در واقع مسئله رو در زمینه و زمانه خودش مورد ملاحظه قرار بدیم و در واقع بتونیم خودمون رو جای اونهایی که تصمیم گیرنده بودن قرار بدیم تا بتونیم یک کمی شرایط رو درک کنیم. و البته نکته دیگر این است که اگر ما به تحلیل تاریخ و جنگ میپردازیم بیشتر به خاطر عبرتگیری از گذشته است، برای اینکه بتونیم در آینده در واقع اگر اشتباهاتی خطاهایی بوده تکرار نشه. بله. و دنبال خلاصه مچگیری نیستیم. بله بله. با این مقدمه که گفتید، بعد از پس گرفتن خرمشهر به اعتقاد شما ما الان نمیتونیم بگیم باید آیت الله خمینی آتش بس رو میپذیرفت؟ چرا؟ ببینید وقتی که خرمشهر فتح شد و خب پیروزی بزرگی نصیب ایران شد، درسته که فضای پیروزی ایران بود، ولی هیچ پیشنهاد صلح مشخصی به ایران داده نشد و بعد از فتح خرمشهر هم نزدیک به 2000 کیلومتر از سرزمین ایران هنوز در اشغال عراق بود و در اینجا می شود گفت که حتی بعد از فتح خرمشهر بین فرماندهان و کسونی که جنگ رو اداره می‌کردن دو تا نگاه وجود داشت. یک نگاه نگاهی بود که منتسب هست به خود آیت الله خمینی که ایشون معتقد بود که ما دیگه بایستی جنگ رو سر مرزا متوقف کنیم و در واقع بتونیم که جنگ رو خاتمه بدیم. ولی نگاه دومی که اتفاقا فرماندهان نظامی تصمیم گرفتن، اونها با این تحلیل که هنوز خاک ما در اشغال هست و هیچ ضمانتی برای این که بشود صلح پایدار ایجاد کرد، ما باید بتونیم یه دست پری داشته باشیم اگر خواستیم که قرارداد صلحی رو با عراق منعقد کنیم و اون شرطش این است که ما ورود به خاک عراق پیدا کنیم. این بحث در واقع یک رفت و برگشتی هم داشت، یعنی آیت الله خمینی تصمیم گیری در مورد ادامه جنگ و ورود به عراق رو منوط کرده بود به فرماندهان نظامی و نظر اونها این بود و نظر فرماندهان نظامی با توجه به جغرافیای در واقع سیاسی که وجود داشت این بود که ما باید بتونیم که یک در واقع سرپلی رو در عراق بگیریم تا از اون به عنوان یک بله. و این نظر فرماندهان نظامی رو شما در اون زمان قابل فهم میدونید؟ چون فکر میکنید اولا هیچ طرح صلح قابل اعتمادی وجود نداشت، دوما به گفته شما بخش هایی از خاک ایران در اشغال عراق بود از جمله شهر نفتشهر. بله بله. بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم همکارم آقای باستانی نظرش چیه، در مورد جزئیات به شما باز میگردیم. به درستی آقای مزروی گفتن که به هر حال تصمیماتی گرفته شده در اون مقطع، مثلا بعد از آزادسازی خرمشهر که در اون زمان باید ببینیم که چطوری توجیه شده، وگرنه بعدش خب وقتی مشخص شده میشه راحت تر نقد کرد. شاید الان ما داریم مبناهای همون زمان رو نقد میکنیم. طبیعتاً در هر جنگی وقتی که فرماندهان سیاسی و نظامی در واقع تصمیماتی رو میگیرن، در اون زمان توجیهاتی داره، ولی مانع از این نمیشه که ما بعداً برگردیم و ببینیم که مبناش درست بود یا نه. مثلا وقتی که آمریکایی‌ها می‌خواستن برن ویتنام، فرانسوی‌ها که تازه شکست خورده بودن گفتن نرید به این علت و به اون علت شکست خواهید خورد. آمریکایی‌ها گفتن نه، ما با این محاسبه می‌ریم و باید بریم، ولی خب مانع از این نمیشه که بعداً ببینیم که آیا فکرشون درست بود یا نه و آیا همه چیز رو حساب کرده بودن یا خیر. در مورد جنگ ایران عراق هم همینطور هست. در مقطعی بعد از آزادسازی خرمشهر، همونطور که باز به درستی اشاره کردن، بحث‌های مطرح میشه و فرماندهان نظامی موضوعاتی رو عنوان میکنن که ما به این دلایل باید بریم توی خاک عراق. شاید در این ارتباط دو نکته رو حالا در این فرصت ابتدایی جا داشته باشه یادآوری بکنیم. باز به درستی گفتن که بخشی از خاک ایران در اشغال عراق بود، یه چیزی بوده 2000 کیلومتر مربع. خب البته راجع به رقمش یک مقدار بحث است، ولی واقعیت اینه که بعد از خرمشهر به فاصله چند هفته یه اتفاق دیگه هم میفته، یعنی سوم خرداد وقتی که به هر حال خرمشهر آزاد میشه، 16 خرداد اسرائیل حمله میکنه به لبنان و عراق که به شدت خودش رو در جنگ تحت فشار احساس میکرده و میفهمیده داره جنگ رو میبازه،
این مسئله رو بهانه میکنه، میگه خب الان دیگه اولویت اسرائیله، ما باید جنگ رو متوقف کنیم و ما برای نشون دادن حسنیتمون میایم نیروهامون از ایران میکشیم بیرون. البته حسنیتی او نداشته، تنها اتفاقی که افتاده بوده این بوده که شکست خورده بوده و بدجور هم شکست خورده بوده، دنبال راهی برای فرار بوده. بعد از اون یه چیزی حدود 2500 کیلومتر عراق تخلیه میکنه، از جمله از نفت شهر هم میره بیرون. نه، این که چقدر بعدش در دست عراق میمونه اختلاف روایت‌هایی وجود داره، که این روایت‌ها مقدار بخشای فنیه که برمیگرده به مناطق تحت در واقع اختلاف بین دو تا کشور، مثل میمک. حالا اون بحث بله. پیچیده میشه، بعدم بهش پرداخت. ولی اون چیزی که قطعی میشه گفت اینه که به نظر میاد صحیح‌ترین روایت اینه که بعد از آزادسازی خرمشهر و عقب نشینی های بعدی عراق، چیزی حدود 1400 کیلومتر مربع از خاک ایران در اشغال عراق باقی میمونه. بعضی از فرماندهان 2500 هم گفتن، 1000 هم گفتن. 1400 مبناش چیه؟ 1400 مبناش نامه رسمی هستش که آقای ولایتی در 15 اسفند 67 یعنی 5 ماه و نیم بعد از پذیرش آتش بس میفرسته به دبیر کل شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل، و در اونجا آقای ولایتی داره مرور میکنه، میگه بعد از در واقع اتفاقات سال 82 یعنی سال 61 و عقب نشینی های عراق، بعدش 1400 کیلومتر مربع در اشغال اونها باقی میمونه. منتها نکته اینه در همون نامه مساحت زمین های اشغالی عراق در همون زمان یعنی بعد از پذیرش قطعنامه هم ذکر کرده، 1400 کیلومتر مربع در اشغال عراق باقی مونده بود. فرماندهان ایرانی گفتن که ما باید اینو آزاد کنیم، نمیتونیم تمامش کنیم، نفشه چی میشه، شلمچه چی میشه، طلایه چی میشه، فکه چی میشه. جنگ ادامه پیدا کرد، آخرش با آتش بس رسید، نفت شهر کماکان در اشغال بود، یعنی بعد از اینکه آتش بس برقرار شد بله. نفت شهر در اشغال بود، فکه در اشغال بود، طلایه در اشغال بود، چلمچه در اشغال بود. البته اینا مناطقیه، بخشش دست عراق بود، بخش دست ایران. و نکته مهمتر، مساحت زمین‌های اشغالی ایران که در اختیار عراق بود از 1400 بعد از خرمشهر طبق نامه آقای ولایتی رسیده بیش از 2600 تا. بله. یعنی هدف بله. در واقع می‌خواید بگید که وقتی هم آتش بس رو قبول کردن سال‌ها بعد، کماکان بخشی از خاک ایران در اختیار عراق بود و افزایش پیدا کرد. بنابراین اون هدف واقع بینانه نبود. اما در موقعی که اینها نمی‌دونستند آقای باستانی که در سال‌های آینده در موقعیتی قرار خواهند گرفت که به رغم اشغال بخشایی از ایران توسط عراق ناچار خواهند شد آتش بس رو بپذیرند، به اضافه این که همونجوری که آقای مزروعی اشاره کرد واقعا تضمینی وجود نداشت. محسن رضایی هم که اون موقع فرمانده سپاه بود یه جایی گفته که بعد از فتح خرمشهر پیشنهاد صلحی به ایران داده نشد، فقط میگفتند آتش بس، در حالی که آتش بس نتیجه جز این نداشت که صدام فرصتی داشته باشد برای آماده شدن جهت ادامه جنگ، و این پذیرفته نبود توسط ما. یه نکته دیگه هم میگه که مربوط به همین بحث میزان مناطق اشغالی و افزون بر اون نزدیکی اهدافی که عراق میتونست بزنه. میگه که عراق در چند متری خرمشهر بود، علیرغم اینکه آزاد شده بود خرمشهر، و میتونست با اسلحه انفرادی هم بچه ها رو در شهر بزنه، اما ما برای هدف قرار دادن نزدیکترین شهر یعنی بصره که 20 کیلومتر فاصله داشت باید موشک با برد 25 کیلومتر شلیک میکردیم، و این عدم توازن رو نشون میده به نفع عراق. بله، من اجازه بدید اولین استناد خودم رو به صحبت خود آقای محسن رضایی کنم، چون ایشون حرفای مختلفی در سالهای مختلف بله. زدن. طبیعیه که به هر حال نگاه آدم‌ها به جنگ فرق می‌کنه. ایشون در مهر 95 در یک برنامه ضبط شده یعنی جلوی دوربین تلویزیون این رو گفتن، اعتراف کردن که ما اشتباه کردیم در مقطعی بعد از خرمشهر، من تعبیر آقای رضایی رو به کار می‌برم، سرمون رو انداختیم پایین رفتیم تو خاک عراق. حالا البته ایشون نمیگه نباید جنگ ادامه پیدا می‌کرد، میگه باید 6 ماه صبر می‌کردیم و باید اتمام حجت می‌کردیم چه می‌کردیم و بعد اگر لازم می‌شد بریم می‌رفتیم توی خاک عراق. یعنی خود ایشون هم روایت‌های مثلا سال‌های نزدیک‌تر به جنگشون رو بعید می‌دونم الان داشته باشن، یعنی متوجه خیلی از فرماندهان شدن که شاید یک سری از اون تصمیمات درست نبوده. ولی در ارتباط با رفتن تو خاک عراق بعد از خرمشهر، شاید بزرگترین خلط مبحثی که توسط برخی از فرماندهان در دهه‌های گذشته صورت گرفته اینه که انگار در اون جلسه‌ای که در نزد آقای خمینی تصمیم‌گیری میشه، البته یک جلسه نبوده، بین مورخان جنگ بین 2 تا 3 جلسه اختلاف نظر هست، سوم، ششم، بیستم، یا حالا هر چی بین اینها صحبت است. ولی در اون جلسات استدلال فرماندهان
که باز خود همین رو هم کسانی مثل خود آقای رضایی هم به صراحت تاکید کردن، اظهارات ضبط شده جلو دوربین دارن در این زمینه، این نبوده که برن بصره. در اونجا صحبت سر این بوده که دقیقاً به همین دلایلی که به درستی ذکر کردید باید رفت در واقع تا لب اروند. یعنی چی؟ یعنی ببینید به لحاظ جغرافیایی از جنوب، از خلیج فارس، اروند مرز مشترک ایران و عراقه، بعد کم کم با مرز فاصله میگیره میره تو خاک عراق که دیگه تو عراق بهش میگن شط العرب. در شمال خرمشهر که در واقع یعنی شمال غربی خرمشهر که شلمچه هست و در واقع بعد بریم تو خاک عراق، یه زاویه ایجاد میشه بین اروند رود و مرز و مرز. بله. نظامیان از جمله مثلا آقای ظهیر نژاد که به کرات صحبتش در اون جلسه میگه بریم و این زاویه رو ببریم، بریم تا لب اروند. معنیش نبوده که برن بصره. در اون جلسه صحبت نمیشه، اما عملیات بعدی ایران که رمضان میره به سمت بصره و به شدت شکست. و این نکته مهمی آقای مزروعی، ایران نه تنها فکر میکنه باید بره داخل خاک عراق به گفته ی آقای باستانی اونجوری که فرماندهان گفتن که این زاویه بین مرز و اروند رو ببنده، بلکه بعداً میره که بصره رو بگیره. این الان توسط خیلی ها تعبیر میشه به اعتماد به نفس کاذب، یه در واقع مشاهده دیگه ای که تا حدی این رو تایید میکنه اینه که تقریبا همون زمان ها ایران نیرو اعزام میکنه به سوریه، در شاهدی که خودش در جنگ نیرو اعزام میکنه به سوریه به این امید که اینها با اسرائیل بجنگن. و خود شما هم گفتید این بحث ها برای عبرت گیریه. این اعتماد به نفس کاذب اگر عبرتی از این گرفته نشه از چی باید عبرت گرفت؟ فکر کنم 3-4 تا موضوع رو بهش اشاره کنم. بله. یکی این که اون اعتماد به نفس کاذب که نبود که یه فضای پس از انقلاب بود، فضای جنگ بود و پشتیبانی که مردم از جنگ می‌کردن. یعنی الان بازسازی اون فضا خیلی غیر ممکنه، ولی بعد از فتح خرمشهر اصلا فضای جامعه فضایی نبود که رأی به توقف جنگ بده و این در فرمانده ها و تصمیم گیران بازتاب داشت. یعنی فکر می‌کنید این در جامعه هم بود؟ در جامعه هم بود، بله. ولی آیت الله خمینی نشون داده بود که به این چیزا توجه نمی‌کنه و اون اقتداری که داشت میتونست مایه پایان جنگ باشه. اون به این نگاه نمی‌کرد در جامعه چی می‌گذره. نه، من چنین برداشتی ندارم، اصلا هیچ برداشتی ندارم. و این فضایی که تو جامعه بود من فکر می‌کنم که به همه این اطمینان رو میده که میتونن جنگ رو ادامه بدن. این یه نکته. نکته دومی که خب اگر این تمهیدی که فرمانده ها کرده بودند و جنگ رو ادامه داده بودند و تونسته بودند برن تو عراق بصره رو بگیرند و در واقع پیروز شده بودند، اصلا الان ما این بحثا رو که نمی کردیم. اونا هم تو ذهنیتشون همین بوده، اونا دنبال این نبودند که برن مسئله درست کنن شکست بخورن که. بله. و جنگ به نظر من تصمیم گیری در جنگ همش این ریسکا رو داره، یعنی هیچ کسی نمیتونه تضمین بکنید که این تصمیمی که گرفته میشه حتما به نتایجی که مورد انتظار برسه. بله، ولی میشه انتظار داشت که این تصمیم بر اساس یه سری برآوردهای واقعی. شما میگید این اعتماد به نفس کاذب نبود. تعریف آقای مزروعی، تعریف اعتماد به نفس کاذب اینه که این اعتماد به نفس وقتی که به محک زده میشه به دیوار بخوره یا نه. این اعتماد به نفس مایه حمله به بصره شد. حتی آیت الله خمینی پیام داد به مردم بصره که بله مردم بصره برخیزید، و در خاطرات احمد خمینی هست که خود آیت الله خمینی بعد از مدت کوتاهی بعد از چند روز گفته که این پیام خطا بود، مردم بصره بر نخواستند. اون قسمت دوم رو نمیدونم توی خاطرات احمد خمینی. ولی ببینید باید اینو برگردیم به تاریخ. اول از اون که خود پیروزی انقلاب اسلامی در ایران که بر یک رژیم وابسته قدرتمند بود، یک اعتماد به نفس رو در بسیاری از مردم ایجاد کرد و به خصوص جوانها و انقلابیون. این با ادامه جنگ و فتح خرمشهر هم تقویت شده بود، ضعیف نشده بود. یعنی همه یک اعتماد به نفسی به وجود آورده بودند که میتونن عالم و آدم رو تغییر بدن. شما فکر میکنید برای این موج میشد سوار شد و رفت داخل؟ نمیگم برای این موج میشد سوار شد، ولی به هر حال این اعتماد به نفس کاذبی نبود. نیروی انقلابی که توی انقلاب و جنگ ساخته شده بود تصورش این بود که میتونه این راه رو ادامه بده و دنبال در یک مقطعی به هر حال هم بس که شما کردین اصلا فکر می‌کردن میتونن رژیم بعثی صدام رو سرنگون کنن. با این تصور ادامه پیدا کرد.
ولی بله بعد نتایج نشون داد که این تصور تصور درستی نبود. به برادر دیگه شما دارید میگید که اگر خودتون رو در اون زمان قرار بدید با اون شور انقلابی میشه گفت که اینها کار دیگه ای نمی کردن. این ناگزیر بود، نتیجه اون شرایط بود. چنین آقای باستانی، این شور انقلابی، این اعتماد به نفس بود و این تصمیم فرمانده ها و گوش دادن آیت الله خمینی به نظر فرمانده ها به هر حال حاصل اون شرایط بود؟ ببینید من این رو از همون جایی که سوال قبلی رو تمام کردید اجازه بدید شروع کنم. در همین مقطع همونطور که اشاره کردید اعتماد به نفس انقدر بالا میره که ایران نیرو میفرسته به لبنان. یعنی اون یه نکته دیگه است. من اون تصمیم آیت الله خمینی و کل اداره کنندگان جنگ نبود. میدونم یک بخشی از سپاه با بعد از اون حمله اسرائیل میخواد بگید آقای خمینی اطلاع نداشت؟ نه خیر، بعد به محضی که آقای خمینی اطلاع پیدا کرد دستور داد که برگردونن نیروها رو. من به همین نکته میخواستم اشاره کنم اتفاقا، که نشون بدم که همیشه نمیشه رو جف سوار شد، کما اینکه آیت الله خمینی اونجا دستور داد برگردن. ببینید در اون زمان البته بخشی از سپاه هم نبود، شورای عالی دفاع با حضور آیت الله خمینی، با حضور آقای هاشمی رفسنجانی، با حضور فرماندهان این رو مصوب میکنه. در خاطرات 67 آقای هاشمی رفسنجانی ذکر شده نیمه خرداد اسرائیل حمله میکنه به لبنان، در جلسه 17 خرداد 61 شورای عالی دفاع تصمیم میگیره واسه اعزام نیرو به لبنان، که بعد البته آقای هاشمی در خاطراتش مینویسه که ما خودمون، یعنی خود اونها در شورای عالی دفاع میگه ما در این حد که برن کمک کنن به لبنانی ها و سوریه رو میدونستیم، ولی این که به دنبال هدف های بزرگتری در حد آزادسازی فلسطین هستن اینا رو دیگه نمیدونستیم. یعنی نشون میده تا اونجاها رو فکر میکردن ولی تصویب رفتنش در شورای عالی دفاع بوده. فقط برای اینکه بیننده ها بدونن حجم این نیروها چقدر، اونهایی که اول میرسن مثلا، چون من رجوع میکنم به گفتگویی که بین اونها و فرماندهان سوریه بوده که میگن اینا چقدر، میگن 400 خورده ای. اون اولش البته چند صد نفرن، ولی خب قرار بوده گسترش پیدا کنه اگه آقای خمینی جلوش نمیگرفته. آقای خمینی در اون زمان میگه که خون از دماغ اینا بیاد من مسئولیتش رو قبول نمیکنم و برگردونید و اینو برمیگردن. من این رو ذکر کردم که اینو بگم، فرض کنید در همون زمان هم جلوی این گرفته نمیشد و نیروها مونده بودن درگیر جنگ با اسرائیل شده بودن، احتمالاً خیلی از فرماندهانی که از تصمیمای خودشون در جنگ دفاع میکنن الان میشستن میگفتن شرایط اون وقت رو باید نگاه بکنیم، ما عمق استراتژیکمون رو باید نگاه بکنیم، ما دشمن اصلیمون در جاهای دیگری بود، اسرائیل داشت چنین میکرد، ما چاره جز این قضیه نداشتیم، ولی خب این کمکی به وضعیت نمیکرد، تصمیم غلطی بود. نه ببینید آقای خمینی در اون تصمیم که برای ادامه جنگ گرفت که به نظر فرمانده ها در واقع تصمیم خودش نگرفت، که در اینجا بدون اطلاع آقای خمینی تصمیم رو گرفته بودن. بله. در حالی که فرمانده کل قوا اون بود. ببینید این دو تا مسئله متفاوته. به نظر من آقای خمینی در اون ادامه جنگ تسلیم یا بگیم در واقع به خرد جمعی تصمیم گیرندگان احترام گذاشته. و چی میشه که بعداً من می‌خواستم اضافه کنم. بله. ببینید جدای از این بحثا هیچ طرح صلحی که بتواند خواسته ایران رو برآورده کنه که وجود نداشت. که ببینید اگه بخوام از زاویه در واقع ارتباط دنیای سیاست با جنگ نگاه کنیم، وقتی که عراق به ایران حمله کرد در واقع یک هفته بعد از حمله عراق به ایران شورای امنیت یک قطعنامه داد و در اون قطعنامه بدون اینکه اشاره به تجاوز عراق کنه و بدون اینکه اشاره به عقب نشینی در واقع، فقط گفته بود بلافاصله آتش بس. خب این ادامه پیدا کرد، یعنی بعد از این قطعنامه شورای امنیت هیچ نقش فعالی رو دیگه نسبت به ایران نداشت. البته توی خاطرات آقای ظریف هست که اون موقع در واقع در دفتر ما در سازمان ملل بوده که بعد از فتح خرمشهر ایران یک نوع سیاست قهر با شورای امنیت رو در پیش گرفته بود، به دلیل اینکه بر این باور بودن که شورای امنیت در اون دوره‌ای که عراق به ایران تجاوز کرده بود هیچ تلاشی برای
در این قهر کماکان بعد از آزادسازی خرمشهر ادامه پیدا کرد. آقای باستانی، آیا میشه گفت که در مقطع آزادسازی خرمشهر واقعا تضمینی وجود نداشت که حتی اگر آتش بس هم پذیرفته بشه صدام حسین بهش پایبند باشه؟ و اینکه فراموش نکنیم که 8 سال جنگ ادامه پیدا کرد، صدام حسین به یه چیزهایی رسیده بود که در سال اول و دوم و سوم جنگ شاید به اینها نرسیده بود. شاید وقتی که خرمشهر آزاد شد، صدام حسین فکر میکرد که خب یه فرصتی هست، الان ببینم چه طرحهای دیگه ای دارم. و خصوص که به گفته خود شما، اگر صدام بخشی از نیروهاشو هفته بعد از آزادسازی خرمشهر پس کشید، هفته بعد پس کشید، به خاطر خبرهای مربوط به اسرائیل و لبنان بود، ولی یک ماه بعد میتونست دوباره با تمهید دیگه اقدام دیگه در مرزهای ایران بکنه. بله، البته بهانه صدام مسائل اسرائیل و لبنان بود، وگرنه کیه که ندونه که او به خاطر شکستی که خورده بود دنبال فرار از جنگ بود، چون میفهمید که دیگه در موقعیت ادامه جنگ. یعنی شواهدی داریم که واقعا صدام حسین بعد از آزادسازی خرمشهر به دنبال پایان جنگ بود. سخنرانی صدام بعد از در واقع یعنی هجوم اسرائیل به لبنان رو اگر ما گوش بکنیم، که از قضا آیت الله خمینی در یکی از سخنرانی‌هاش اشاره کرده، میگه من نشستم از اول تا آخر صحبت این آدم رو گوش کردم. اشاراتی داره اون سخنرانی. سخنرانی ببخشید اگر که بتونم این کلمه رو به کار ببرم، حقیرانه هستش سخنرانی صدام حسین. یعنی نمیشه باور کرد که او از موضع قدرت داره از ایران عقب میشینه، از موضع ضعف داره عقب مینشینه، مگر اینکه ما باور کنیم که اشاراتی که صدام حسین در زمانهای مختلف حکمرانیش به ماجرای فلسطین داشته واقعا اشارات واقعی بوده. او در زمانهای مختلف بازی کرده با مسئله فلسطین، ولی عقب نشستن از خاک بسیار بحث دیگری. نکته مهم، اجازه بدید اینجا به مرحله بعد برسیم، مرحله بعد در جنگ. نکته مهم اینه که آقای مزروی، وقتی که ایران باز هم در قدرت قرار گرفت با گرفتن فاو و مجنون، باز هم به جنگ خاتمه نداد. یعنی یک مقطع دیگه، یک فرصت دیگه از دست رفت و بیشترین خسارات انسانی و خسارات مادی دوره جنگ مال همون سالهای آخر بود. یعنی بعد از زمانی که ایران فاو رو در اختیار داشت و مجنون رو در اختیار داشت و امتیازهای دیگه داشت و میتونست جنگ رو خاتمه بده، چرا ادامه دادن؟ ببینید بعد از فاو حقیقتا میشد از این فرصت استفاده کرد، ولی این برمیگرده به همون بحثی که بهش اشاره کردم، عدم رابطه بین دیپلماسی و جنگ. یعنی بعد از فتح فاو به نظر من جمهوری اسلامی میتونست از طریق دیپلماسی سعی کند ارتباطش رو با سازمان ملل و شورای امنیت در واقع از اون حالت قهر در بیارد و بره به سمت این که بتونه از این فرصت استفاده کنه برای در واقع نقشی که شورای امنیت میتونست به عهده بگیرد. به این ترتیب شما این ضعف رو میپذیرید، ولی برداشت من اینه که این ضعف رو به یه شکل تا حدی تکنیکی بیان میکنید. اگر دیپلماسی ایران در مقطع فاو، گرفتن فاو ضعیف بود، به خاطر اینکه آیت الله خمینی اراده پایان جنگ نداشته دیگه. غیر از اینه، دو تا نکته رو باید بگیم. یکی اینکه بعد از انقلاب کلن نگاهی که آیت الله خمینی و انقلابیون به دنیا داشتند این بود که این نظم دنیا رو که ناعادل رو نمیشه به رسمیت اصلا نمیشناخته، بنابراین اصلا نگاهی به دیپلماسی نداشته و این البته به نظر من قابل انتقاد است. دومین نکته این که حتی اگر آیت الله خمینی و حاکمیت میخواست دیپلماسی رو عملیاتی کند، نیروی لازم برای عملیات کردن این دیپلماسی هم نداشتن. یعنی دیپلمات نداشتن. دیپلمات نداشتن. شما اگر کتاب خاطرات آقای ظریف رو بخونید متوجه میشید که در دوره در کتابی که تحت عنوان سفیر آقای سفیر هست، در دوره سالهای بعد از انقلاب ما کادر دیپلماتیک در دفتر سازمان مللمون نداشته و ایشون می‌نویسه در دیگه دوره‌ای کل کادری که اونجا بودن اهم از اداری و غیر اداری 8 نفر بوده که اینها عمدتا غیر متخصص بوده و حتی در وزارت خارجه، یعنی در واقع نیروهای متخصصی که در وزارت خارجه بودند قبل از انقلاب
90%شون با انقلاب حالا یا اخراج شده بودن یا خودشون ترک کرده بودن. وزارت خارجه ما اصلا آمادگی برای یک چنین واقعی نداشت و بنابراین نتونسته بودن ارتباط بین دیپلماسی و جنگ ایجاد کنند. و نکتهش که هست بعضی موقع این دیپلمات ها هستن که طرحشون رو میبرن به رهبری میدن و اونها رو اتفاقا اگر بعد بحث کردیم سر پذیرش قطعنامه 598 این دیپلمات های تا حدودی تجربه پیدا کرده ما بودند که این رو به جایی رسوندن که آقای خمینی هم پذیرفت. آقای بستانی ببینید دیپلمات ها هم با وجود تمام کمکاری هایی که کردن که شاید به هر حال نمود عینیش شخص آقای ولایتی باشه و تصمیمایی که در اون مقاطع اعلام کرده که حالا میشه بعدا بهش پرداخت، اما به هر حال اونها هم توضیحاتی دارن در مقابل این انتقاد. مثلا آقای علی خرم که در واقع نماینده وقت ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل بود، او میگه که بله تحرک دیپلماتیک نبود به این خاطر که تحرک دیپلماتیک و مذاکره در مورد پایان جنگ بی‌غیرتی و وادادگی تصور می‌شد، یعنی فضای کشور این بود، اینطور نبودش که در واقع یک سری دیپلماتی باشن که حالا در مقابل دو تا راه قرار دارن، حالا آیا دارن به خوبی مذاکره می‌کنن یا به بدی مذاکره می‌کنن، قرار نبود این کار انجام بشه. در اون مقطع اساساً از همون دیپلمات‌های موجودی که باقی مونده بودن، همین هایی که به درستی اشاره کردید، خیلی از اینها اساساً رفتن در جبهه و حتی در جبهه کشته شدن، چون اساساً در بعد دیپلماتیک کار زیادی قرار نبود انجام بشه. اجازه بدید من اینو تاکید بکنم، همین نکته‌ای که به درستی شما بعد از ولفجر 8 اشاره کردید و فتح فاو، همین در زمان بعد از خرمشهر هم وجود داشت. بعضی از دوستان گفتن که خب طرح مدونی به ایران ارائه نشد، مسئله اینه که عین اتفاقی که بعد از ولفجر 8 افتاد و کسانی مثل آقای علایی و کسانی مثل آقای شمخانی گفتن بالاخره ما تو ولفجر 8 رفتیم یه جوری گرفتیم، آخه بعدش سیستم سیاسی اینو نقدش کنه یه کاری بکنه، یعنی بعد از خرمشهر هم باید این کار انجام میشد. یعنی معتقد هستید که بعد از گرفتن فاو و مجنون ایران میتونست امتیاز جدی بگیره ولی نگرفت؟ اما افزون بر نکته‌ای که آقای مزرویی گفت که دستگاه دیپلماسی ایران ضعیف و تجربه نداشت، کادر نداشت، نکات دیگه‌ای هم هست که در تصمیم گیری رهبر ایران و دیگر کسانی که تصمیم گیرنده بودند مؤثر بود. اونم اینکه منی که این چند هفته می‌خوندم راجع به تاریخ جنگ، واقعاً می‌بینم در حوزه تعامل و ارتباط بین شاخه‌های مختلف جنگ، بین ارتش و سپاه، بین سپاه و رفسنجانی، بین رفسنجانی و خمینی، خیلی از اوقات چیزهایی میگذره که الان مایه شگفتیه. مثلا محسن رضایی میگه که در همون مقطع بعد از اینکه فاو رو گرفته بودن گفته میشد که ما حمله اساسی بکنیم که بعد امتیاز بگیریم برای اینکه جنگ رو به خاتمه برسونیم، ولی ما فرماندهان با هم نشستیم تصمیم گرفتیم که زنجیره ای از عملیات رو اجرا کنیم. فرق عملیاتی که شما انجام میدی و دیگه اونجا میستی که امتیاز بگیری با زنجیره از عملیات خیلی زیاده دیگه در جنگ، و خیلی از این چیزها رو خمینی خبر نداشته. میخوام بگم که تصور این که خمینی اقتدار داشته، تمام اطلاعات رو داشته و بر اساس همین اقتدار و اطلاعات میتونسته دستگاه دیپلماتیک رو فعال کنه، میتونسته فرماندهان رو سر جاشون بنشونه، واقعا یه مقدار اشتباس. و میبینیم که جنگ پیچیدگی‌های خیلی جدی داشته، به خصوص جنگ در یک نظام انقلابی به گفته آقای مزرویی. بله ببینید یه مشکلی که وجود داشته از قضا خود آقای خمینی از همون ابتدای جنگ و مشخصا از بعد از آزادی خرمشهر بیشترین احتیاط‌ها رو داشت در مورد ادامه جنگ. نمونه‌اش این که خب این که بعد از خرمشهر مطرح میشه که ما باید بریم یا نه، به خاطر شک آقای خمینی شروع میشه دیگه. کسای دیگری هم شک رو داشتن، آقای منتظری هم در خاطراتش نوشته که من هم فکر می‌کردم نباید بریم، داره میگه خیلی از ارتشی‌ها هم شک داشتن، اینا شک‌ها بوده، ولی خب اساساً اون جلسات به خاطر شک‌های آقای خمینی شروع میشه دیگه، و همین شک‌ها بوده که بعداً مثلا باعث میشه نیروها از مثلا لبنان برگردن. اما اتفاقی که در ادامه جنگ میفته اینه که بله فرماندهان نظامی یه حرفایی میزدن، ولی خودشون میدونستن که این حرفا قابل انجام نیستن. نمونه‌ای که شما بهش اشاره کردید، بعد از فاو هم اتفاقی که میفته از قضا ما دچار همین سوء تفاهمات میشیم. یعنی چی؟ هدف اون عملیات قطعا عملیات پیروزی بود، بسیار عملیات
موفقیت آمیزی بود. اما فراموش نکنیم هدف اصلی اون هدف عملیات گرفتن فاو نبود. قرار بود که فاو رو بگیرن و بندر ام القصر رو بگیرن. فاو رو گرفتن، به ام القصر نرسیدن. و بعدش بحث در میگیره. هاشمی رفسنجانی میگه که خب آخر این به هدف نهایی نرسیده، این برای پایان جنگ کافی نیست. از اون طرف فرماندهانی میگن خب شما برید با همین باید میرفتید بالاخره یه کاری میکردید، مذاکره میکردید. مثل حالا اشاره شد، مثلا آقای علایی این حرفا رو زدن. ولی در همون زمان که آقای رضایی گفتن که ما هدف رو این قرار داده بودیم ولی میگفتیم مجموعه ای از عملیات رو انجام میدیم، در همون عملیات به هدف نهایی نرسیده بودن. پس بنابراین دیگه اون که ما مجموعه ای رو بعدش عمل میدیم اینا دیگه شوخیه. بله، به هدف همون عملیات هم به هدف نهایی با این حال نرسید. اون عملیات به گفته شما عملیات موفقی بود و ایران تونست فاو و بعدا مجنون رو بگیره. اما همین آقای حسین علایی که شما بهش اشاره کردید و از فرماندهان عالی رتبه جنگ بود، اتفاقا در مورد همون مقطع نکاتی رو میگه که آقای مزرعی نگفتن ولی فوق‌العاده مهمه. آقای علایی که کتاب دو جلدی در مورد تاریخ جنگ نوشته و الان یکی از مرجع‌های مهم در مورد جنگ، میگه بعد از گرفتن فاو عراق رفت به مهران حمله کرد و مهران رو گرفت و جنگ ادامه پیدا کرد. پس قرار بر این بود که فاو به جنگ خاتمه بده، اما عراقی ها به جای اینکه کوتاه بیان آمدن و تصمیم گرفتن بیشتر بجنگن و توسعه توان رزمی بدن و کشورهای عربی هم تصمیم گرفتن کمک هاشون رو به عراق توسعه بدن. اروپایی ها از جمله فرانسه هم تصمیم گرفت هواپیمای بیشتری از نوع میراج در اختیار عراق قرار بده. یعنی از دست رفتن اون مقطع فقط نمیشه نسبت داد به ضعف دستگاه دیپلماتیک ایران یا به تصمیم‌های خطای آیت الله خمینی. اون طرف قضیه حاضر نبود کوتاه بیاد، صدام حاضر نبود. و اونی که نکاتی که اشاره کردید در مورد حمایت بین‌المللی بسیار تعیین کننده است. ببینید، اجازه بدید من اینو اشاره بکنم. یکی از مشکلاتی که ایران در ادامه دادن جنگ داشت و یکی از چیزهایی که بعد محاسبه کرد، من قبول دارم که خیلی از چیزها در اون لحظه مشخص نیست، ولی یک چیز 100% مشخص بود و اون این که ایران رده ای از سلاح‌ها رو هرگز نمیتونه بخره. یعنی ایران مثلا فرض کنید در زمانی که وارد خاک عراق شد هنوز نیروی هواییش برتر از نیروی هوایی عراق بود. وقتی جنگ شروع شد ایران 440 خورده ای هواپیما داشت، عراق 330 خورده ای داشت و کیفیت هواپیماهای ایران بهتر بود. تا زمان ورود به خاک عراق هم کماکان نیروی هواییمون بهتر بود. اما وقتی که کار رسید به آخر جنگ، در آخر جنگ عراق 600 هواپیمای فوق مدرن داشت، یعنی دیگه اون 330 خورده ای عمدتاً از بین رفته بود، ولی ایران رسیده بود به حدود 60 خورده ای. این چیزی نبود که پیچیدگی داشته باشه، از هر اومن شمس بود که هر یه سال جنگ طول بکشه این معادله بیشتر به ضرر ایران به هم می‌خورد. یه نکته ای که به نظرم باید بهش توجه داشت این که استراتژی جنگی ایران در مقابل عراق میشه گفت خیلی متکی به سلاح نبود، متکی به نیروی انسانی بود. بله، اون چه که موج انسانی میخوندن، موج انسانی که الان هراسناکه. در واقع شما بفرستی جلو بسیجی ها رو، سرباز ها رو و اینها، شاید تنها راهی که ایران میتونست در اون مقطع ازش استفاده کنه همین بود، برای اینکه ارتش در واقع جمهوری اسلامی که حالا از گذشته باقی مونده بود اصلا یه ارتش تهاجمی که نبود، یه ارتش دفاعی بود و اتفاقا تو مقطعی تا آزادسازی خرمشهر ارتش به خوبی نقش دفاعی خودش رو ایفا کرد. اما نیروی سپاه و بسیج متکی بر نیروی انسانی بود، البته تا جایی هم که میتونستن از سلاح استفاده میکرد. مزیتشون هم این بود، حالا من چون در چند مقطع به هر حال به عنوان یه بسیجی رفتم جبهه، هیچ نقشی در تصمیم گیری نداشتم، ولی مثلا در فتح المبین که خود من شرکت داشتم، خب اگر اون موج انسانی در واقع به کار گرفته نمیشد که اون فتح بزرگ ایجاد نمیشد. میشه گفت که این در واقع سابقه پیروزی هایی که در سایه اتکاب موج انسانی به وجود اومده بود این ادامه پیدا کرده بود. ولی بعد از فتح فاو به نظر من اینجا میشه بگوی یه نقطه عطف بود که کل کسونی که در واقع نگران پیروزی قاطع ایران در جنگ بودن، اینها تصمیم گرفتند که بیان به حمایت صدام. یعنی ما دیگه طرف صدام نبودیم، در واقع یک حمایت بین المللی اومد به کمک صدام. و به نظر من اینجا بود که شاید
فرماندهان و تصمیم گیران جنگ این رو محاسبه نکرد. خب دیگه معنیش اینه که شما میپذیرید که در سال 66 در شرایطی که ایران در چنین وضعیت وخیمی قرار داشت و قطعنامه صادر شد، ایران باید میپذیرفت، نباید یک سال دیگه طول میداد، یک سال فوق العاده خسارتبار. وقتی قطعنامه 598 صادر شد سال 66، سال 66 هنوز اون نگاه قهری در واقع ادامه داشت، اما قطعنامه 598 که صادر میشه دو سه نکته دارد که به هر حال این برای ایران، فقط برای اینکه مشخص شه، وقتی میگید نگاه قهری یعنی قهر به نهادهای بین المللی مثل سازمان ملل، قهر با شورای امنیت. بله بله. ولی قطعنامه 598 فرقش با بقیه قطعنامه هایی که قبلا در رابطه با جنگ بود و تصمیمات شورای امنیت این بود که به دو سه تا نیازی که ایران داشت و خواسته ای که پاسخ داده بود. به خاطر همین در دفتر سازمان ملل ایران تصمیم میگیره که دیگه اون نگاه قطری و ردی قبل رو نداشته باشه. این رو در واقع با یک ادبیاتی در واقع کش دادن دیگه. بله. ولی چرا کش دادن؟ چرا نپذیرفتن که یک سال، چون از 66 تا 67 ایران فوق العاده خسارت میبینه دیگه، تلفات ایران سرسام آوره. چرا اگر قرار بود قطعنامه پذیرفته بشه و این قطعنامه به چند خواست ایران جواب داده بود نپذیرفتن؟ خب ایران استدلالشون این بود که این باید عملیاتی بشه، یعنی خواسته ای که ایران در شورای امنیت مطرح میکنه میگه که این درسته، ولی شما شورای امنیت چطوری میخواد اینا عملیاتی کنه؟ و در واقع خواستش این بوده که آیین‌نامه اجرایی این قطعنامه رو باید به ما بدی. ممکنه که در سطح دیپلمات‌ها بحث‌های خیلی متنوعی مطرح شده باشه، اما اون چیزی که ایران به عنوان موضع رسمیش در مورد قطعنامه 598 اعلام می‌کنه این نیست. موضع رسمی ایران رو بعد از اینکه قطعنامه 598 صادر میشه، نامه‌ای که آقای رجایی خراسانی میفرسته به سازمان ملل که لابد باید اون نامه رو جدی گرفته، که دنیا هم طبیعتاً خیال می‌کنه باید جدیش بگیره، اون نامه بحث از این زاویه نیست. نامه اساساً اینجاها میره که اساساً صدور این قطعنامه یه تلاشی برای حل مشکلات داخلی کشورهای قدرت‌های مثلا جهانی و این برای ایران قابل قبول نیست. خب طبیعتاً البته من میفهمم که این گفته شده که آقای خمینی گفته بوده است به وزارت خارجه که شما کامل رد نکنید، موضع رو در واقع مسئله رو مبهم بذارید، ولی خب طبیعتاً چون جواب آقای رجایی خراسانی مشخص نبوده، تکلیف روشن نمی‌کرده، در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که بعد از اون برگزار میشه، یعنی در واقع قطعنامه که خدمت شما عرض شد که تیر 66 است، در آخر در شهریور 66 وقتی که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل برگزار میشه، قبلش رئیس جمهور آمریکا مشخصاً از آقای خامنه‌ای که یک روز بعد باید صحبت می‌کرده می‌خواد که به صراحت و به شفافیت بگه قطعنامه رو ایران قبول می‌کنه یا قبول نمی‌کنه. و روز بعد آقای خامنه‌ای صحبت می‌کنه و میگه نمی‌کنیم. آقای خامنه‌ای مشخصاً نمیگه قطعنامه رو قبول نمی‌کنیم، ولی به این صورت میگه، میگه ما جز تنبیه متجاوز هر دستاوردی رو خسران می‌دانیم و به عبارت دیگه هیچ نشانه‌ای در مورد پذیرش قطعنامه نشون نمیده. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که بلافاصله بعد از صحبت آقای خامنه‌ای، البته خب قبلش هم که به حال نامه مکتوب ایران رفته بود، مکانیزم های تحریم جدید علیه ایران به کار میفته. این بعد است. ببینید آقای ظریف، بعد یعنی دو هفته بعد. نه، آقای ظریف ریز این جریانات رو توضیح داده. بله. یعنی همون نامه آقای رجایی خراسانی رو در واقع آقای ظریف نوشته و میگه من در واقع برای اینکه بتونم نه رد کنم نه قبول کنم، چقدر در دیکشنری گشتم که یه لغتی پیدا کنم که این مفهوم نرد رقبول رو بتونیم تو اون نامه بیاریم. بله. یا همین گفته آقای خامنه ای هم نرد رقبوله. شما میگید که 66 ایران نپذیرفت چون این قطعنامه 598 باید اجرایی میشد، آیین‌نامه‌اش نوشته میشد. سال 67 وقتی به تنگنا افتاد ایران اصلا منتظر این چیزها نشد. بله. بنابراین معنیش این است که شما اگر تصمیم بگیری لازم نیست منتظر این چیزها بشی، یک تصمیم کلان میگیری، بله تبصرش بعدن میاد، آیین‌نامه‌اش بعدن نوشته میشه. آقای ظریف باز اینجا یه نکاتی رو مطرح میکنه که میگه که وقتی که امریکا تصمیم گرفت که تو شورای امنیت فشار بیاره و یه قطعنامه جدید بگذرونه، ما در واقع غیر مستقیم مطلع شدیم که این کار قرار است در
و اونجا دیگه جنبیدیم. بله و اونجا دیگه ما تلاشمون رو شروع کردیم برای اینکه بتونیم از این مرحله عبور کنیم. و میگه در اون مقطع بود که ما یک نامه ای نوشتیم که در توش قبول ضمنی بود و منتقلم کردیم به ایران. بله. بعد داستان رو تعریف میکنید که در ایران اتفاقا یه عده‌ای تلاش میکردن که باز این به نتیجه نرسه. نرسه. لوب کلام شما اینه که حرکت دیپلماتیک ایران در این مقطع و تصمیم‌های نظامی ایران قبل از اون قابل درکه و بسیاریش قابل دفاعه و اصولا بر این اساسه که میگید که جنگ ایران و عراق یک کارنامه قابل دفاع برای نظام جمهوری اسلامیه. حتی در صحبت‌های قبل از برنامه من گفتید که این اولین جنگی بود که بعد از چند صد سال ایران درش پیروز بیرون اومد، به این معنا که خاکش در اشغال متجاوز نبود. واقعا اگر شما به مردمی که 8 سال جنگیدن بگید که ایران پیروز در آمد، فکر میکنید میپذیرن با اون هزینه‌ای که ایران داد و با اون هزینه‌هایی که برای رسیدن به همین نتیجه لازم نبود بده؟ ببینید، البته پاسخ دادن به این سوال بسیار دشوار هست چون ما که رأی نگرفتیم یا چیز از مردم. ولی من سوال ساده‌تر می‌پرسم. نه، من یه بگم. ببینید، به هر حال آیت الله خمینی مسئول جنگ بود دیگه، فرمانده کل قوا. وقتی آیت الله خمینی از پاریس اومد ایران چقدر جمعیت ازش استقبال کرد؟ من حداقل چون بودم 5-6 میلیون مثلا برآورد میشه. وقتی آیت الله خمینی از دنیا رفت چقدر ازش تشییع کردن؟ با اینکه همه این مسئولیت جنگ رو آیت الله خمینی با اون نامش پذیرفت، بله، ولی اون به نظر من اون تشییعی که مردم از آیت الله خمینی کردن، فکر میکنین تایید نشون میده که با همه اون خسارات جنگ و آسیب هایی که وارد شده و همه اینا احساس میکردن که به هر حال. ولی خیلی از حقایق در مورد جنگ در مقطع تشییع جنازه آیت الله خمینی هنوز روشن نبود. در این فاصله کلی سند در اومده، کلی به گفته رهبر ایران بصیرت ایجاد شده. آخه من الان واقعا ما الان داریم راجع به جنگی صحبت میکنیم که بیشتر راجبش میدونیم. ببینید موقع... باز آقای کریمی عزیز، من یادم نمیره که یک روز در اصفهان ما 330 شهید تشییع کردیم و جمعیت عظیمی که اومده بود اینو با چشمش دیده بود اونجا. یعنی مردم احتیاج به انتشار سندی که بعد نداشتن، خسارات و آسیب ها تو زندگی همه مردم جاری بود و با همه اینها من میگم اون در واقع تشییع که از آیت الله خمینی شد به هر حال نشون میداد که کلیت این روند رو پذیرفتن. و اینو من باز تاکید میکنم که این تنها جنگی بود در تاریخ معاصر ایران که به هر حال ما یک متر از سرزمین خودمون رو خلاصه از دست ندادی. به نظر میرسه چنین آقای باستانی، یعنی ایران از این جنگ بیرون اومد بدون اینکه یک مترش در اختیار دولت متجاوز باشه. ببینید، این یکی از همون نکاتی که البته در اینکه عراق که متجاوز بود بنا به اعلام سازمان ملل جنگ رو شروع کرد و به اهدافش نرسید ما در این تردید نداریم. منتها شاید یک نگاه کلی‌تر به هر دو طرف داستان ما رو به این نتیجه برسونه که اگر ما از یک قاعده راجع به این جنگ بتونیم صحبت کنیم این باشه که در این جنگ هر کی وارد خاک اون یکی شد شکست خورد. ایران در واقع در بازپسگیری خاکش از دست عراق پیروز شد. در ادامه جنگ در خاک عراق پیروز نبود. نهایتا هم زمین‌های در واقع متصرف شده توسط عراقی‌ها زمانی آزاد میشه که ما دیگه از فضای جنگ ایران عراق کاملا فاصله گرفتیم. عراق داره درگیر یک جنگ دیگری میشه. من نمیتونم پیشگویی کنم که اگر اون جنگ رو عراق شروع نمیکرد چه اتفاقی میفتاد. دیگه آقای مزروی، عراق ایران به این دلیل از جنگ پیروز در اومد که عراق درگیر جنگ در کویت شد. ببینید، باز من ارجاع میدم به همین کتاب آقای ظریف، برای اینکه بعد از پذیرش قطعنامه 598 وقتی مذاکرات شروع میشه عراق در واقع شرط ادامه مذاکره رو این میدارد که بایستی الوندرود لایروبی بشه و به یک گونه ای در واقع عراق حاضر نمیشه که قرارداد 1975 رو
بپذیره. تاکتیک ایران در مقابل عراق این بوده که هنوز عراق از خاک ما عقب نشینی نکرده که ما بخوایم این کارو که ما بخوایم این کارو بکنیم. بنابراین یک تاکتیک مذاکراتی برای ایران بوده و اعلام میکرد که تا وقتی که عراق حاضر نشد اون قرارداد رسما قبول کنه و چیز کنه ما هم چیز این ادامه پیدا مونه. بله بسیار. ولی در کنار این یک مذاکرات دیگری صورت میگیره بین برزان تکریتی که در واقع اون موقع سفیر عراق در ژنو بوده و آقای خرم و حاصل این مذاکرات اون نامه میشه که صدام مینویسه برای پذیرش قطعنامه و اینجور چیزا. و جالب است که طارق عزیز در واقع داشته از ژنو تو هواپیما میرفته عراق و مطلع از این نامه نبوده، تو هواپیما مطلع میشه. بنابراین این چیزه خیلی کوتاه آقایه، میخوام بگم یه دینامیکی در جریان بوده که در نهایت به هر حال صدام رو به این نتیجه میرسونه که نمیتونه اون وضع با ایران ادامه بده. به گفته شما ایران پیروز در میاد از اون جنگ، ولی خب یکی از فاکتورهای خیلی مهم به گفته آقای باستانی اینه که عراق درگیری جنگ دیگه در کویت میشه. از تعبیر این ماجرا که بگذریم، یه نکته خیلی مهم رو میخوام پیش از پایان برنامه طرح کنم. ذهنیتی در ایران به خصوص در میان فرماندهان سپاه هست بر اساس مصاحبه‌ای که من ازشون خوندم این مدت، اینه که ادامه جنگ و فرسوده شدن کشور یا حکومتی که به ایران حمله کرد، که البته میپذیرن ایران هم فرسوده شد، به گفته این فرماندهان سپاه نشون میده که ایران قابل اشغال نیست و میگن این یک درس عبرتی بود که داده شد و حاصلش الان اینه که کسی جرأت حمله به ایران نمیکنه، حداقل حمله به قصد اشغال. شما اینو میپذیرید؟ من اینو میپذیرم. ببینید هر دو تا در واقع حکومت ایران و عراق به هر حال در سایه جنگ نیروی نظامی بسیار پرقدرتی پیدا کرده. البته نیروی نظامی ایران همونطور که گفتم به خصوص سپاه پاسداران متکی بر نیروی مردمی بود، ولی بله. نیروی نظامی عراق متکی بر سلاح و اینا بود و اتفاقا پایان جنگ نشون داد که نیروی متکی بر مردم بعد از پایان جنگ هم میتونه خودش حفظ کنه و مشکلی هم پیدا نمیکنه. ولی عراق چون اون قدرت نظامی رو ازش احساس خطر میکرد، باعث یه جای دیگه میرفت تقلیه میکرد که در کویت کرد. آقای باستانی، شما اون چیزی که گفتم خیلی هم نقل میشه از فرماندهان سپاه، میپذیرید که جنگ درس عبرتی بود برای هر کسی که فکر کنه به ایران میتونه به قصد اشغال کشور حمله کنه؟ حتما همینطوره، ولی توجه داشته باشید که اصولا اشغال هر کشوری کار سختی هست و در خیلی از موارد غیر ممکن هست. یعنی شما مواردی پیدا میکنید که جایی اشغال شدن، در اشغال موندن، ولی اصولا اینکه تصور بکنیم یک ارتش بیگانه میره یک کشور رو میگیره در اشغال نگه میداره، ابرقدرت‌هاش نتونستن این کار رو بکنن و این نشون میده که بله، به همون نسبت که عراق اشتباه میکرد که خیال میکرد که میتونه خوزستان اشغال بکنه، ایران هم اشتباه میکرد که میتونه بره در جاهای از عراق بمونه. آمریکاییاش نتونستن بمونن در همون کشور عراق در آینده، در سالهای بعد. این مسئله درسته، ولی یه چیزی توجه داشته باشیم. اصولا وقتی که ما داریم صحبت میکنیم از اینکه در جنگ چه دستاوردهایی برای ایران ایجاد شد از جهت دفاع از خاک خودش، البته حالا گذشته از اشتباهایی هم که صورت گرفته، توجه داشته باشیم که مردم در دفاع از کشور در واقع بسیار مایه گذاشتن و موفق ظاهر شدن در نقاط مختلف جنگ. اما این معنیش این نیستش که ما بخوایم تمام تصمیم‌های فرماندهان رو هم تطهیر کنیم. دیدید لابد یک چیزی که صداییه که ضبط شده از حسن باقری، از فرماندهان بزرگ جنگ، بعد از عملیات رمضان که در واقع تلویزیون اینو در یک سریالی نشون داد. او داره میگه که ما فرمانده داریم، فرمانده گردان داریم، اومدیم بهش میگیم که معبر از مین پاکسازی شده، شما نیروهاتو 300 متر بیار اینورتر از تو معبر مین ببر. میگه چه کاریه برادر، کی داوطلبه بره رو میدون مین؟ این فرمانده قابل تطهیر نیست، این فرمانده ممکنه قابل حتی مجازات باشه بعد از جنگ. و این ضرورت نقد جنگ رو جدی‌تر می‌دونم. در این زمینه آقای مزرعی با شما اختلاف نظر داشته؟ نه، اختلاف نظری در این زمینه نیست. بسیار خب، به آخر برنامه این هفته می‌رسیم. تشکر که پای این بحث نشستید و تشکر از مهمان‌های برنامه، علی مزرعی و حسین باستانی.
در روزهای شنبه چندین ساعت زودتر از اولین پخش تلویزیونی پرگار این برنامه را روی یوتیوب منتشر می‌کنیم. به این ترتیب اگر مایل به دیدن پرگار در یوتیوب هستین، می‌تونین زودتر از دیگران برنامه رو ببینین. هم پرگار یوتیوبی و هم پادکست یا نسخه شنیداری این بحث در وبسایت بی بی سی فارسی قابل دریافت، پادکست در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم منتشر میشه. و البته دوستداران پادکست پرگار چند دقیقه اضافه میتونن گپ خودمونی بعد از خاموش شدن این دوربین ها رو بشنون. شب و روز بر همه شما خوش.